خب درود بر همه یاران، درود میفرستم. یه چند روزی نبودم، گفتم که الان بیایم یه لایوی داشته باشیم با دوستان و عزیزان. امیدوارم که همه یاران بیان و یه گفتگوی خوب داشته باشیم. خب دمتون گرم و درود بر علیه بختیاری و سپاس. درود درود. یارم بیان، یارمشون بالا صحبت کنن. اتفاقات خوبی داره میفته، یعنی این که به زودی به یاری اهورامزدا، امیدوارم صدا خوب باشه چون در پنجره رو باز کردم، تقریبا حالت یه تراس کوچولو داریم، اومدم اینجا نشستم، امیدوارم صدا اذیتتون نکنه. اگه صدا اذیت نمی‌کنه که همینجا ادامه میدم. اتفاقات خوبی داره میفته، خوشبختانه به زودی علی روحانی یا کودتا میشه یا استیضاح میشه، به هر شکلی که شده ایشون ورداشته میشه. روحانی آخرین رئیس جمهوره، به نظر من آخرین رئیس جمهور حکومت اسلامی است و بخش سپاه به این نتیجه رسیده که نهاد رهبری رو حفظ بکنه و رهبری ماندگار باشه و به جای ریاست جمهوری نخست وزیر انتخاب کنن. نخست وزیران زین پس از افراد نظامی انتخاب خواهند شد، یعنی این آینده حکومت و بخش اصلاح طلب به یاری اهورامزدا از سیستم حکومت حذف خواهد شد. و بحثای آزادی‌های مدنی هم که همین الانش هم خیلی هاشو مردم ما تونستن به دست بیارن، ما بقیش هم با مبارزات مدنی به دست میاد، اما الان بالاتر از بحثای مدنی بحث در مورد موجودیت ایرانه که خب جریان اصلاح طلب آگاهانه داره سالها خیانت میکنه. تو برنامه دیشبم تلاش کردم خیلی از مسائل بهتون نشون بدم، بگم که چگونه آقای هاشمی رفسنجانی و باندشون با وقاحت میگفتن که آقا جان بیاید. یکی از عزیزان میگه یه دفعه بیا بگو اصولگرایی. من 100% اصولگرای ایران شهری هستم، 100% شک نکنید. منتها اگه میخوای بگم اصولگرای اون چیزی که شما تعریف ازش دارید، من اصلا اسلامو قبول ندارم. من یک فرد زرتشتی هم و 100% موازین با ایران شهری. و اینکه من مسئول کم آگاهی شما دوست عزیز آقای که نوشتید که بیا بگو اصولگرایی، من مسئول کم آگاهی شما نیستم قربونت برم، و سالهاست دارم برنامه میسازم و مسئله دارم مطرح میکنم. و خب این یکم مشکلات ما اتفاقا کم آگاهی پایه‌ای مردممون هستش که خیلی کارا رو نمیشه کرد. خب من بذارید اجازه بدید یارانی که میخوام بیان. بیا آقای سامان بیا بالا. امروز هر کی بخواد میارمش بالا، حالا چون چند روز نیومدم لایو اینستاگرام بیشترم میمونم اگر یاران بیان. درود بر شما. میدم سلام. درود بر شما. یه لحظه ببخشید. خواهش میکنم. به به خیابونه تهرانه؟ آره. به 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 به. خیابون دماوند امید. به خوش به حالتون. خیابونه دماوند. به به. درود بر شما. دیگه تعامل کنید اینو. فردا شما نه خیلی هم عالیه. قربونتون برم. جونم. حالا گفتن شاید دل تنگ شده باشه یه لحظه. به 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 به. این دارن نگاه کن یاد خالی هم اینجا اینجا فردای شما. قرمتون برم. سلامت بشی. اول طبیب یاد بدم، دیشب یه برنامه داشتی، یکی از قوی ترین برنامه خیلی تاثیر گذار بود. قرمتون برم. لطف دارید. سلامت بشی. یعنی منی که این دانلو شما میبینیم یعنی همیشه چه موقعی لایو داریم، چه موقعی برنامه میذاریم، چه موقعی نمیذاریم، میرم قبلیار هم نگاه میکنم. فردات بشم. برنامه دیشب خیلی تاثیرگذار بود، چون میگن هر آنچه از دلایت به دل نیام چیزی هست به دل نشیند. اون بخوز این آخرش که عصبانی شده دیگه خیلی قشنگ بود، یعنی معلوم بود که از دل نیاد به دل نشیند. شما از چه طریق برنامه رو تونستی تو ایران ببینید؟ از طریق یوتیوب یا تلگرام؟ من از طریق یوتیوب دیدم برنامه. آها خوبه. پس یوتیوب نه میاد و میره اونجا، اینجوری نیست. مثلا الان نمیاد، الان فیلتر شکن کار نمیکنه. یه هوی مثلا 2 ساعت در روز میاد، باز نمیدونم چرا اینجوریه.
حالا اگه این هم قطع حماقت های کردن حکومت ها، این هم حماقت های حکومت ها. برنامه من به این مهمی باید تو ایران پخش بشه، اینا با این همه مسئله فیلتر اینا واقعا حماقت میکنن، آدم میمونه چی بگه. واقعا الان شما اگه توجه کنین اکثر کسایی که دارن روشنگری میکنن پولی که از جای نمیگیرن. شما کسی که بر علیه کسی باشه، در خلأ باشه، در اصل مثلا شما اگه بری بین مثلا خلأ ایران و عربستان وایسین مطمئنن یه پول زیادی گیرت میاد. حالا چه طرفدار ایران باشی چه طرفدار عربستان، پس در خلأ بودن پول بهت میدن، حالا هر جه که باشی بالاخره طرفدار یکی باشی یا یه چند تا هم مخاطب داشته باشی. ولی اشخاصی مثل جنابالی که همه دیگه میدونیم، هر کی هم که میاد میگه موضوع این صحبت ها، من مطمئنم میدونه، یعنی مطمئنن میدونه که نیستی، ولی باید بگه. اگه اینو نگه چی بگه؟ اگه اینو نگه چی بگه؟ و چون شما توی خلاها نیستین، تبوده همچین کارایی ندارین، حالا به قول خودتون یارانمون کمکی میکنن، اونم فکر نمیکنم به من ماهی اندازه یکی دو برنامه اصلا برنامه‌ای که کمک میشه در ما به من بیشترین کمکی که میشه در ماه 500-600 یوروه، یعنی 500-600 یورو نصف اجاره خونه منم در نمیاد، یعنی ما بقیش رو خودمون کار میکنیم اینا. ولی خیلی ده. یه مبلغیه که برقی مثلا هر مخاطب من 50 یورو 60 یورو نهایتا اگر بشه در ماه 500-600 یورو برخی هم ماها که خوب کمک میکنن بیننده ها، وگرنه نه. ولی کسایی که مثلا شما خودتون دیدید روح الله زهم گفت 20,000 دلار من در ماه میگیرم از این شبکه وهابی بیان. نه خب وطن فروشی همیشه پول داره، اصلا مسلما وقتی شما وطنتو نفروشی، من نمیدونم حالا این مزدوری که میگن اصلا منظور، اگر اولا اگه جمهوری اسلامی به من پول بده، من فکر نمیکنم دولت سوئد با من تعارف و اینا داشته باشه، میزنه پدر منو در میاره، اتفاقا زیاد خوششون هم نمیاد از من بابت مباحثی که مطرح میکنم. وای به روزی که ما یه پول علکی، یه پول عجیب و غریبی تو زندگیمون بیاد اینجا. من نمیدونم دولت سوئد شوخی داره با من، خوشش میاد از من، عاشق چشم و ابرومه چیه. اتفاقا من دیشب به همین فکر کردم، امید جان شما خیلی اونا رو میزنی، چجوریه؟ باز کاری ندارم، من به خاطر قوانین رو، من بر اساس قوانین دارم کارامو میکنم، انتقاد دارم دیگه، انتقاد که اینجا دموکراسی میگن، بالاخره اینا بحثی که خودشون مطرح میکنن. ولی خب چرا خیلی هم من دوست دارم یه جایی من کوچکترین اشتباهی بکنم خیلی دوست دارن حالمو بگیرن، ولی خیلی حواسم جمعه به هر حال و سخت هم آیدم. قبل این که یادم بره بگم، من بلد نیست چجوری باید کمک مالی بکنیم به این برنامه. حالا شما تو ایرانی نیاز نیست، شما تو ایران هستید نیاز، همین که شما برنامه رو پخش بکنید خیلی کار بزرگی میکنید. شما برنامه رو باید بین دوستانتون پخش کنید از ایران، چون ارزش پول ایران شوربختانه خیلی پایینه، نمیصرفه برای بچه ایران، فایده نداره. یعنی 2,000,000 تومان مثلا یکی از ایران بخواد برای من بفرسته، خب 2,000,000 تو ایران خیلی پوله، ولی اینجا تبدیل میشه خیلی پول کمی میشه. مثلا پول بهت بگم 2,000,000 که خورد بشه اینجا برسه، چون کم میشه مثلا دو تا شام آدم بیرون میشه، میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی نمیصرفه برای که بچه از ایران بفرستن. دینی اومده کرده باشیم، حالا یه شام هم باشه خودش نه خیلی. بهترین کار اینه که برنامه رو بچه ها تو داخل خوب پخش بکنن، یعنی صدا پخش بشه. آره چون دو درد سرش از ایران نمیصرفه. آره امیدوارم یه موفقیتی که شما به دست آوردی اینه که اولا دنبال کننده هاتون واقعا دنبال کننده هست، یعنی این نیست که بیان بشینن و حالا اگه کمن اگه زیادن واقعی هست، یعنی دل اتقال من خودم که یکیشون هم که خدایش قلبان این شخصی که دوست دارم هیچی، ولی عقاید هستم که میبینیم مثلا همین چند هفته پیش یه سر قبل صادق هدایت رفته بودی. آه بله، یه فیلم داری سر قبل؟ بله بله. آره باور کن گریتی گرفت، منم گریم گرفت، نمیدونم چرا. بعد مامان داشت میگم چطه سفر رو نگم که گفتیم کیه؟ گفتن دوست دمشه. گفت کدوم دوستته؟ گفتن مامانم یه آدم تقریبا ساده یه شهرستانی اینا، چون که من سر سال 88 اینا منو گرفتن دیگه، گوشی هم دست میگیرم اصلا تو تاکسی که حرف میزنه من جوابشو میدم، دارن تاکسی میگه این دیوونه است، این اصلا حرف اینو گوش نده، یا شروع میکنه من اصلا بلای به سرم میاره طرف، اصلا دیگه حرفمو گوش نمیده. بهش گفتن که وقتی سیاسی میکنی گوشی رو گرفتن تا 3-4 ساعت نمیده هیچی. ما دیروز، آره دیروز
با گریه تو ما هم گریه همون گرفته میدونم. خلاصه بگم بهت اونجا شاید غریبی ولی ما هم دست کمی حتی نداریم توی ایران. بفهمم. حالا با اینکه امید جان درسته ما داریم یه چیزی رو جلوی برای حمایت میکنیم عرب وری پشت شما هستیم و قبضای شما رو جلوی بریم ولی امید نباید اینم فراموش کنیم که جمهوری اسلامی هم بد بلای سر ما نیاورده. بله حکومت اصلا حکومت پدر مردم رو در آورده، حکومت اشتباهات زیادی داره. به هر حال مسائل مشخصه داریم تلاش میکنیم بگیم. سامان جان خیلی خوشحال شدم اومدی بالا، با اجازه یاران دیگر هم بیارم بالا. سلامت باشید. بدرود. خب من ببینم که چند تن از یاران میخواستم اینجا کامنتشو دیدم. آقای ایران بیا بالا، دارم میگیرم. دوست عزیز میگه برنامه دیشب قوقا بود. برنامه دیشب واقعا برنامه سخت و سنگینی بودش، خیلی مجبور شدم. درود بر شما. سلام آقای امید دانا، خوب هستین؟ خوبی شما، قربونتون برم، فدای شما. تشکر آقای امید دانا، این شعری که خوندین خیلی قشنگ بود. خدا شعر شعر من نبودش. آخ شعر شما نبود؟ فکرم شعر شعرم اینه که آخری گذاشتم. اون مال چیزه، این مال همین ترانه آقای محسن یگانه است. آقای امید دانا بله کرکسا جونم، نمیتونم چیزی بگم. شما تاریخ ایرانو، شما اگه تاریخ ایرانو نگاه بکنید میبینید ایران، ایرانی ها یه چیزایی داشتن که غربی ها نداشتن و اینه که وندی شرمن میگه که ژن ایرانی ها مشکل داره، در از ژن خودشون مشکل داره. یکی این که ایرانی ها در هر مذهبی که بودن، مسیحی بودن، زرتشتی بودن، مسلمون که بودن، چی بودن؟ حلال زاده بودن. یعنی طبق اون دینی که واسه خودشون تعیین کرده بودن چی بودن؟ حل به قول میشه که حلال زاده بودن. اما شما همین الان تو سوئد زندگی میکنی، فکر کنم حلال زادگی فکر کنم مسئله یکم غریبی باشه، درسته؟ نه ببین، بدین شکل نیست. یعنی تو سوئد هم چرا به مسئله خانواده، حالا درسته من خیلی میگم بحث گلوبالی، به مسئله خانواده هم اینجا رسیدگی میشه، مسئله خانواده هم براشون مهمه. ولی اون تعاریفی که ما داریم، البته ما چیزی که داشتیم اصلا هیچ رفتی به دین و مذهب نداشته تو ایران. ما بنیان خانواده برای ما همیشه مهم بوده. اینم ما هیچ وقت، اولا من یه چیزی بگم، ایرانی هیچ وقت جز زرتشتی هیچی نبوده. همین الان هم ایرانی ها زرتشتی هن، منتها خود مسلمان پندارن. برای اصلا یه اشتباهی که خیلی ها تو ایران میکنن، به خصوص بچه مذهبی هامون، فکر میکنن آمریکا با اسلام مشکل داره. سوئد، اروپا، آمریکا، چیزی که من دارم توی زندگی میکنم، اینا اصلا عاشق اسلامن. اتفاقا هوای اسلام هم خیلی دارن. دعوای غرب با شیعه است. شیعه چون یک سخت رفتار ایرانی داره. شما الان جنگایی هم که تو منطقه است نگاه کنید، کشورهای سنی نیستش که. سوریه بخش شیعه، بحث شیعه است اصلا اونجا. توی لبنان خب به هر حال اینا مشکلشون با حزب الله که شیعه است. یمن با حوثی‌ها مشکل داره. فلسطین قصدش. بحث فقط فلسطینه. بحث خب بحث فقط فلسطینه که اونا اون زمین رو میخواستن. ولی به جز فلسطین شما ببین تمام جایی که، یا خود عراق این بحث بیشتر شیعه نشینه، یا خود پاکستان بخش شیعه خیلی مورد ظلم و ستم قرار میگیره. یه جورایی اسلام ستیزی وجود نداره اصلا. اسلام حراسی وجود نداره. شیعه حراسی و شیعه ستیزیه. این چیزی که هستش خود اینجا شدیداً اتفاقا هوای اسلامو داره. اتفاقا تو همین ساختمونی که ما هستیم چندین خانواده مسلمان خیلی تندرو هم زندگی میکنن، خیلی هم هواشونو دارن. بس اینه که ما ایرانی‌ها همیشه زرتشتی بودیم و زرتشتی بودنمون هم بنیان خانواده رو خیلی اهمیت میدونیم. برای همین ما از زرتشتی رنگ بهش میزنیم شیعه میشیم. باز بنیان خانواده برامون خیلی ارزشمنده. فقط یه چیزی بگم، دکتر خورشیدیان در مصاحبه با آقای بله. یادم بودا میگه که مردم ایران به خاطر عدالت طلبی حضرت علی، بله با آقای دهباشی، مردم ایران به خاطر عدالت طلبی حضرت علی سمت حضرت علی رفتن. این نکته ای هم بود که میخواستم به شما بگم. حالا آقای امیدوارم من میتونم یه سوال بپرسم از شما؟ قبلش من میخواستم بگم که این سیدی های آقای رائفی پوره در مورد شیطان پرستی و نگاه صهیونیست مسیحی به آخر الزمان، شیعه، یوفوها، یوفو و رائیلیسم، من واسه تون همه رو میفرستم یادتموش تلگرام. و اینم شجره ملعونه که نشون میده که وهابیت و و وهابیت و همین آل سعود نسلشون به کجا میرسه؟ به جهود جماعت میرسه، به یهودی ها میرسه. و خیلی جالبه که من نمیدونم چرا اینا، شما نگاه بکنیم اصلا با ایرانی ها مشکل داشتن. اون از اون سر قضیه
چیه، اسرائیل میگیرن جشن هر سال، میدونید شما اسرائیل جشن پوریم، پوریم جشن جشن پوریم. آقا من اصلا نفهمم چند 2500 سال پیش زدن 70,000 ایرانی رو کشتن افتخار میکنن، واقعا خیلی درد. البته افسانه است، میدونی که داستان پوریم افسانه است، یعنی یه همچی چیزی اتفاق، اینا خودشون رو میخوان بزرگ کنن، یهودیا به ویژه قوم بنی اسرائیل، چون همه یهودیا بنی اسرائیل نیستن. الان خود یهودیای سیاپوس ایریته توی خود تل‌آویو بدترین برخورده باشون داره میشه، خیلی شدیدن باشون یا خود حتی یهودیای ایرانی رو زیاد توی داخل آدم حساب نمیکنه خود اسرائیل، یعنی زیاد بازیشون نمیده تو شغلای حساس دولتی. ولی بحثی که هست اینا یه قوم کوچیکی بودن که با همین جار و جنجالا میخوان خودشون رو تو تاریخ بزرگ نشون بدن، یعنی اصلا خشایارشا اصلا شاید نمیدونسته قومی به نام یهود وجود داره، ولی حالا اومدن براش داستان درست کردن که با استر ازدواج کرده، فلان شده، پوریم به وجود اومده. ببینید دو تا مسئله است دیگه، ما یه چیز تاریخی داریم، یه چیزی اون چیزی است که برخی اقوام یا جریانات ازش تعریف میکنن. یهودی ها دوست دارن اینجوری از خودشون تعریف کنن که این تعریفشون هیچ سنخیتی با تاریخ نداره، همونطور که الان بچه شیعه مثلا در مورد علی و حسن و حسین یه تعریفی که دارن، واقعا مثلا شما وقتی امام علی رو توی داستان شیعه ای که تعریف میکنن میبینید این چه آدم بزرگیه، ولی این علی که شیعه در ایران تعریف میکنه با علی که تو حجاز بوده دو تا آدم متفاوتن از نظر تاریخی، حسین و علی و اینا متفاوت، یعنی جریان ها دوست دارن برای خودشون تعریف کنن. جناب آقای امیدان عزیز عذر میخوام، شما اینو بر اساس کدوم منبع تاریخی میگید که فرق میکنه؟ همه منابع تاریخ. ببینید مثال بسن بزنید، از خود منابع اهل سنت و اهل شیعه باشید، نه اینکه مثلا آقای مثلا کسروی و مثال خب شیعه که میدونی، نه ببین شیعه که میدونی، اولا بحث شیعه 400 ساله به وجود، قبل از اون علوی بود داستانش، جریان علوی بود. ببین بحث خیلی ساده است، مثلا من کتابایی که نام میبرم، ما اگر بخوایم مثلا در همون کتاب طبری که میگه آقا واقع عاشورا به وجود اومده، هزاران مسئله دیگه رو میگه، اون تو یک سفسطه ای که عزیزان در شیعه دارن میگن که نه ما فقط قرآن قبول داریم، این کتابا مال سنی‌هاست، اینا دشمنه بودن. خب اوکی، من تا اینجا رو میپذیرم، اما اگر بخوایم این کتابا رو ما حذف بکنیم، خب آقا نام حسن و حسین و علی که تو قرآن نیومده، شما کجا فهمیدید اینا تاریخشون زندگیشون چیست؟ و من میگم کدوم کتاب تاریخ، من میگم آقا از ابن عسیر که مهمترین کتاب تاریخی است، تو همون قدیمی ترین کتاب تاریخی است، تا بیهقی، طبری، به ابن هشام، ابن خلدون، آقا هر کتابی رو که شما بگید من با همون کتاب بحث میکنم. تاریخ مشخصه، من خودم سوال میکنم آقا علی که تو تاریخ بوده 4 سال اومده حکومت گرفته، 3 تا جنگ بزرگ فلان، کلی آدم کشی، حتی تو جنگ خیبر، تو جنگ خندق چه جنایتی، اینا داستانش مشخصه، ولی ایرانی چون نمیتونستش که اسلامو بپذیره اومد شیعه شد و تمام پهلوانی رستم تو شاهنامه تهمتن و تمام صفات تهمتن رو چسبون به علی، یعنی بس به همین ظرافته. شما مثلا فاطمه که میخوام. خیلی چرا من اهل سنت هم اینو ببخشید من میگم چرا اهل سنت هم اینو قبول دارن، چرا اهل سنت هم پس این مسئله رو در عرب، شما کتابای اهل سنت هم بخون، همچنین نهج البلاغه اش دیگه هست دیگه، حضرت علی. خب نهج البلاغه اصلا کتاب چیز بوده، اسم خوبی به خدا، نهج البلاغه برای کتاب فکر کنم هرمزنامه بود یا هرمزنامه، یه کتابی ما داریم تو زمان ساسانیان که برای همونه. بعد اولا که ببینید نهج البلاغه قرن دوم اگر اشتباه نکنم یا قرن چهارم تدوین شد توسط شیخ رضی، و ببین این همین دیگه، مثلا شیعه همه مثلا ما کتابای تاریخیمون مثل هرمزنامه یا خیلی کتابایی که ما تو دوران ساسانی داشتیم، بعد اینا رو اومدیم عوض کردیم، یا خیلی از این روایت ها جملات قشنگو که مال نیاکان ما بود، بعد اینا رو آوردیم چون می‌خواستیم زنده نگه داریم، اومدیم چسبوندیم به شخصیت‌های تاریخی شیعه، که در حالی که این شخصیت تاریخی شیعه با اون صفاتی که ما باهاشون می‌چسبونیم هیچ سنخیتی نداشتن. بذار یه مثال بزنم، مثلا یک بخشش هم بابت این بوده که ما چیزامون از بین نره، مثلا خیلی امامزاده داریم، اینا قبرای شاهزاده‌های ساسانی عموما یا نیایشگاه زرتشتیه، وقتی که می‌خواستن خراب کنن می‌گفتن آقا اینجا امامزاده است، مثلا اومدن آرامگاه کوروش خراب کنن، گرفت ایرانی ها گفتن بابا جان شما که حضرت سلیمان قبول داری، این آرامگاه کوروش قبر مادر سلیمانه، شو قبر مادر سلیمان، یعنی اینجوری حفظشون کردیم. ببین شیعه یک کاملا شیعه یک دیدگاه آریایی است، منتها در زور و ستم اسلام مجبور شده بهش رنگ اسلامی بده،
در طول زمان هم خودمون باورمون شده، یعنی نیاکانمون دقیقا میدونن چرا شیعه شده، امروز ما نمیدونیم چرا شیعه هستیم. که البته به هر حال شیعه امروز و این آمریکایی‌ها فهمیدن، اسرائیلی‌ها فهمیدن که بچه شیعه اول و آخرش چون ایرانیه و کلن فرهنگ پنهان شده یه زرتشت و آریایی در دل شیعه پنهان شده، برای همین شیعه ستیزن. این نکته خیلی بد. به شما حسن نصرالله یه آدمیه که هر کی نگاه کنه میگه آقا ته اسلامه دیگه، آدمایی که اینجوری فکر کنن، ولی شیعه است. برای همینه که با وجود اینکه خودش فکر میکنه شدیداً مسلمونه، ببین زبان یاد گرفتن یک مسئله است که ما تو کشورهای اروپایی میبینیم خیلی سخته. تو باید عاشق یک زبان باشی که بتونی اینقدر روون صحبت کنی. یه لفظی حسن نصرالله فارسی رو عین من و شما حرف میزنه، شاید بعضی از بعضی ایرانیان بهتر. ابو مهندس مهدی فکر کنم، نمیدونم چرا اون اسمو یادم رفته، نیروهای شیعه عراقی اسمشون چی بود یادم بود، 80 شعبی. 80 شعبی ابو مهندس مهدی هم فارسی بلده. بله بله فارسی بلده و ایشون هم خیلی ایران دوسته. ابو مهندس مهدی خیلی آمری عاشق ایرانه. سر جنگ ایران و عراق اصلا اصلاً میتونم یه ماجرایی رو براتون تعریف کنم آقای دانا؟ میتونم یه ماجرایی تعریف کنم؟ ببین عزیز یه کوتاه شما بگو، ولی من یاران دیگه هم با اجازهت بیارم بالا. بفرمایید. ما مسجد محلمون به کمک سپاه پاسداران یه دونه کتابخونه زد، یکی کتابخونه خیلی پیشرفته و خوب زد که 400-500 تا کتاب بود. روز اول بغل دستی من شروع کرد کتاب شاهنامه رو گرفت پاره کردن. بهش گفتم شما واسه چی این کارو کردی؟ گفت من از این مردی که روحانی که خلبان هستش، گفته برید با چاقو اینا شروع کنید به یه چیزی ضربه بزنید. من میخواستم بگم آقای امید دانات واقعا اگه شما نبودید من نمیدونم این جریان اپوزیسیون به کجا میخواست بره. واقعا منگولوسیسیون همون. خب ببین این طرف هست دیگه. ببین این وریا آخه یه مسئله، این وریا که خب اپوزیسیون ما که عقب افتاده است، ولی اینجوری هم نیستش که اون طرفی که حالا همین دوستت که مثلا شاهنامه رو آتیش زده اونم نقطه مقابل همین عقب افتاده، حالا همون آدمی که این کار کرده اونم نقطه مقابل همین عقب افتاده تو اپوزیسیونه. یعنی میخوام بگم مشکل ما مشکل شدیدن فرهنگیه تو تمام لایه‌ها. اینجوری نیستش که اگر این وریا عقب افتادن اون وریا آدم های درستی باشن. میدونی چی میخوام بگم؟ در همین ما باید یه کار فرهنگی بکنیم، همه رو به سمت گفتمان ملی پیش ببریم. برحال خیلی خوشحال شدم اومدی بالا. دست درد نکنه. در مورد قرارداد ارزانه تو روم هم حرف بزنید. ممنون. خدا حتما قربونت برم. بدرود. خدا. خب من ببینم یاران دیگه میخوام بیان. همه رو میارم بالا عزیزم. خب شما بیا بالا آقا. درود بر شما. سلام. درود بر شما جونم. ایدان روز خوبه. بعدا چند لطف دادی قربتون برم. صدام خوب میاد؟ صداتون خوب میاد، صورتتون رو نمیبینم. اوکی خوبه الان؟ الان خوبه. آره جانم بگوید. الان داشتین صحبت میکنیم با این آقای بود قبل از من، این آقای جواب بود. بله. کلا نشستم حسابش کردم باید ایرانی ها یه فرهنگ ساز کلی بشه براشون. این تو همه ما از همه لحاظ باید فرهنگ سازی بشه. قبول داری که حرف منو؟ عزیز من حرف شما رو هنوز کامل نفهمیدم که قبول داشته باشم یا مخالف باشم. شما خواهشان حرفتون بزنید تا من ببینم قبول دارم یا ندارم. اول درباره برنامه یک برنامه هاتون بود درست کرده بودیم درباره آقای پیشوری بود. بله. خب آقای پیشوری یکی از مثلا بزرگان ما هستن، مثلا شما اومد بودی به پیشوری یه خائن بزرگه. من هم قبول دارم بزرگه، تو خیانت انسان بزرگی بوده، خائنین بزرگه بونه. خب درسته. خب برای ما خب خلاصه برای ما به قولن آدم انسان این ما معطوف فکی میشه عزیز، این ما معطوف فکی میشه چون برای ایرانی ها ایشون یه فرد منفوره. برای کسی که عاشق ایرانه از منظر منافع ملی، پیشوری کسی است که خائنه و با ارتش سرخ شوروی کار میکرده. ما یعنی آذربایجانی ها. خب نه دیگه، ما خانم منم آذربایجانیه، متنفر عکس پیشوری هم پاره میکنه.
خب یه عده هستن داره طرفدار حکومت به قول معروف ایران هستن، نه ما حالمون هم از حکومت به هم میخوره، ولی مردم آذربایجان خیلی از بچه های آذربایجان هستن حالشون از حکومت به هم میخوره، حالشون از پیشوری هم به هم میخوره، از پیشوری بچه بدتر بیشتر به حالشون به هم میخوره، چون پیشوری رفت لباس شوروی رو پوشید قربونت برم، عکس استالین بالا سر خودش میذاشت. شما که خدای نکرده هوادارش نیستید هستی؟ من حالا به منم میرسیم. خب نها کنید، ما الان ما خود آذربایجانی یه به این اعتقاد هستیم الان. خب همون حرف که به قول معروف آقای مصدق میزنه، انجمن های به قول معروف ایالتی و ایالتی و ولایتی بهتر میتونن یک شهر رو و یک ایالت رو اداره کنن تا اینکه مثلا مرکز گرایی داشته باشن. خب نه مرکز گرایی باید باشه، 100% باید مرکز گرایی باشه، کشور باید به سمت مرکز، اصلا باید حکومت تمام متمرکز وجود داشته باشه، وگرنه کشور سنگ رو سنگ بند نمیشه، چهار تا پیشوری نامی پیدا میشن کشور رو بخوان جدا کنن. خب متمرکز زنه که مثلا یه نفر از تهران بلند شه بیاد بره توی مثلا بلوچستان، اصلا تهران و آذربایجان نداریم. ببین خاک ایران، ببین خاک ایران مشاهه، خب برای همه ایرانی هست، اصلا از این حرف نه. الان مگه تو تهران کلی از عزیزان آذربایجانی توی رأس حکومت نیستن؟ بابا رهبر همین انقلاب که آذریه، یک طرفش آذریه، یه طرفش به خراسان میخوره، یه چرا آذری قربونت برم، یه طرفش مادرش فکر کنم آذری بود. یه اشتباه مردم ایران همینه، تو خود کارت خامنه‌ای نوشته شده مشهد. نه به هر حال من حرف خودشون رو میپذیرم، تاریخ هم میگه ایشون خودشون رو آذری میدونن. حالا من کارت ملیشو یادم نمیاد دیده باشم، ولی به هر حال ایشون آذریه. منم ببخشید کلی از بازجویای من تو وزارت اطلاعات آذری بودن. این حرفای قومی یعنی چی؟ نه من صدای شما رو کامل دارم. خب خودش الان مثلا شما واقعا هوادار پیشوری؟ پیشور خب یه به عنوان یادن انسان‌های بزرگ در تاریخ بعد میشه ما با هوادارش بود. خب آدمان بزرگ دیگه هم بودن، همشون ایراد داشتن. نه ایراد چی هایی تم رفته پول خارجی، نامه های پیشوری به استالین وجود داره عزیزم، نامه های استالین به پیشوری چی، نامه های پیشوری به استالین وجود داره که التماسش میکرد کمک من بکنینا. به هر حال پیشوری یک خائن بزرگیه. اگر بحث منطقی دارید و بحث تاریخی دارید من در خدمتم، ولی شوربختانه شما خیلی اسلموشن حرف میزنید، خیلی آروم آروم حرف میزنید، وقت یارانو میخوام میترسم که گرفته بشه. اگر حرفی هست من در خدمتم. به هر حال خب ما دوستمون یه پیام هم بهتون داده بودم، من ما دوستمون هست آقای اجدر تقی‌زاده، در همون سوئد ساکن هستن، باید بشناسیدشون. من نمیشناسمشون، من کلا با تجزیه طلب جماعت این چیزی آشنایی ندارم. بله یعنی ما تجزیه طلب هستیم. میگه هوادار پیشوری هستی دیگه. چرا آره هر کی هوادار پیشوری باشه ببین مثل ریاضی میمونه دیگه، تجزیه طلب، تجزیه طلب که شاخ و دم نداره، تجزیه طلب شما اید. اگه این امپاز بگی مثلا میر جعفر باقرف، امیلیانوف، اونم تجزیه طلب، اونم تجزیه طلب بود. حتی میدونی که همین باقرف خودش چیز که قاتل آقای پیشوری بود، در اوج دوستی آقای پیشوری تو باکو کشت. چرا باکو کشتن راست پیشوری؟ آخر عاقبت خیانت همینه، این همه براشون کار کرد آخر هم توی باکو کشتنش. نه من نگاه کن اصلا واقعا این چیزی که شما میگی اصلا نیست، من باکو بودم و خیلی هم بودم اونجا. یعنی الان شما باکو بودی الان باکو بودی که شما الان سنتون 20 ساله، آقای پیشوری 50 60 سال پیش تو باکو کشتن. نه اجازه بده، من 30 سالمه. خب من باکو خیلی بودم، با اساتید دانشگاهی اونجا صحبت کردن، کسایی بودن که مثلا عضو هیئت مثلا دانشگاه تاریخ مثلا روسیه بودن، صحبت کردن باهاشون. یعنی چیزایی که به من اونجا گفتن با چیزایی که تو ایران مثلا گفتن 180 درجه فرق میکنه. اونا یعنی یه چیز دیگه میگن، یه چیز دیگه میگن. اصلا در مثلا در باکو شما میری خود اساتید دانشگاه تاریخ میگن اصلا ایران تاریخی نداره، ایران 80 سال 90 سال تاریخ داره. میدونی اصلا کلا که زبون استخونه ما یه آدمی رو داشتیم به مانند آقای پورپیرا، این بنده خدا اومد کتاب نوشت گفت آدم و هوا اون زمان که به خداوند آوردشون روی مثلا زمین و اینا، اون زمان آدم و هوا وقتی که خدا باشون صحبت میکرد به زبان ترکی حرف میزد. ببین وقتی که میگم یکی از جریانات پان ترکی، چون جریان جوگیره دیگه، این حرفا رو میزنن.
اصلا وقتی کسی که ادعا میکنه خدا به زبان ترکی با آدم و حوا صحبت کرده، میخوای مثلا بعد منکر تاریخ پرابهت ایران نشه؟ خوشبختانه تاریخ ایران همش بر اساس سنگ نوشته و ایناست. یعنی چه من و شما خوشمون بیاد خوشمون نیاد دیگه، آقا این بیستون به داریوش بزرگ که همه رو اومده رو بیستون و در نقش رستم همه زندگیشون و تمام تبارشون و اینا رو نوشتن، اینا مسائلی که دیگه کسی نمیتونه زیرش بذاره. البته مثل این میمونه الان نگاه کن خورشید اونجاست، آفتاب تو صورت منه، با پان ترکیز که من صحبت کردن اینه که الان میگه آقا تو بیا ثابت کن آفتاب تو صورتت. خب آفتاب تو صورتم دیگه، تاریخ ایران از این آفتاب روشن‌تره. بنابراین جریان پان ترکیز یک جریانیست به قول استاد طباطبایی ملغمه ایست از بی‌سوادی و بی‌شعوری، و این نه بابت توهینه، به خاطر اینکه واقعا یک جریانی که میدونی ما میگیم آقا شماها فرزند فردوسی و فرزند کوروش و زرتشتید، شماها خودتون رو ترک میدونید، شما اصرار دارید که فرزند آتیلا و چنگیز و مغول باشید. خب خلایق را هرچه لایق، ما چه بکنیم؟ حالا به هر حال در خدمتتونم. بالاخره خب البته اینی که شما دارید میگید از همون قدیم الایام پارس ها قوم پارس ها که ما توهین میکردن دیگه، خودتون هم میدونید بوده و نبودی، میگفتن ترک های گوشتراز، ترک های خر، ما از صبح تا شب تو خیابونه هم با ما تو ایران ترک نداریم که عزیزم، ما تو ایران ترک نداریم، ما در ایران ترک نداریم، ما آذری داریم. اصلا میدونی زبان آذربایجانی با ترکی زمین تا آسمون فرق داره، میدونی که زبان آذربایجانی با زبان آره زبانی ترکی که در تبریز صحبت میشه با ترکی فرق میکنه، ولی زبان آذربایجانی با زبان باکو و داغستان روسی یه زبان واحد دارن. نه نه زبان آذربایجانی الان شوربختانه دو سه شهر کوچک آذربایجان بلا کردم، برای اینکه زمانی که عثمانی به ما حمله میکنه زبان آذربایجانی اونجا خیلی کمرنگ میشه و شوربختانه این زبان بیگانه ترکی که برای اقوام وحشی در آسیای میانه بوده به ما تحمیل میشه. به هر حال عزیزم ما تو ایران ترک نداریم، ما تو ایران آذری داریم، آذری هم از همه ایرانی ها سرترم. عثمانی برای چه مدتی اومد این قسمت ها رو گرفت؟ برای چند سال بوده؟ ما جنگ داشت اثر چالدران و اینا سال چند سال چندین سری حمله کرد، یک سری نبودش و شوربختانه زبانش رو تحمیل کرد اونجا. خب ما حتی جنگ جهانی دوم هم حتی جنگ جهانی باشه جنگ جهانی اول هم که بحث قحطی پیش اومد اینا چندین سال غرب کشور ما دست عثمانی بود. آره زمان قاجار. نه زمان قاجار من اون وقت اطلاعی ندارم دربارش، ولی زمان اون چیزی که من میدونم با اون قسمتی که ما داشتیم به قدر پیش رفته بود که حتی همون موقع سال 1945 که شما میگی جنگ جهانی دوم تهران هم اونقدر با قولم پیش رفت نکرده بود، پیش رفت نه اونقدر آذربایجان پیش رفت کرده بود. اسنادش از فیلم هاش هست تو خود سایت به قول معروف چیه دیگه. ببین عزیز ببین مسئله چیه اصلا، مثلا همین دیگه پورپیرام اسناد بود که خود میگم پورپیرام، چون ببین شما دنباله جریانی هستید که میدونی از دل این جریان کسانی که به هر حال گردن کلفتایی که از این جریان بیرون اومدن آسا یا کسایی که تحلیلگر این جریان هستن که شما دنبالشون میری پورپیراست دیگه، اونم میگه سند وجود داره که خدا با آدم و حوا ترکی صحبت کرده. به هر حال دست درد نکنه اومدی روی خط، لطف کردی عزیز، خیلی خوشحال شدم، با اجازه بچه دیگر هم بیارم. اوه پرچم چیتم پرچم بیگانه هم زدی توی خونه تون که؟ خب من اینجا هستم. پرچم آذربایجانه؟ آه شما تو آذربایجانی؟ بله من عکسامونو دارن ریپورت نمیدیم بسید نوشته روسی و ترک عجب. حالا بدون یه پرسش هم، شما خودت ایرانی میدونی؟ من ترک آذربایجانی هستم، ایران یعنی ترک ایرانی ندارم. آذربایجان باید یک کشور مستقل باشه. نه این آذربایجان باید یک کشور مستقل باشه. اون موقعش که پیش بیاد، حالا ما رو که الان نمیدین اینجوری صحبت میکنیم، موقعی که پیش بیاد این همون سربازان شاهنشاهی میایم و رهبرانتون دوباره فرار میکنن میرن، اتفاقا بعضی هاشون هم شلوارشون جا گذاشه. نه این توهمه، آذربایجان همیشه
تازه اونجایی هم که شما هستید که میدید جمهوری جعلی آذربایجان به یاری اورامزدا بالای رود الست، اران هم در آینده به مام وطن باز خواهد گشت. این که من یکی عزیزان خوابشو ببینن آذربایجان کشور بشه، آذربایجان دل ایران شهره، مگه میشه جدا بشه؟ به هر حال قربونت برم، دست درد نکنه اومدی بالا. نه یه چی بگم، شما خودت قبول داری که سرباز هخامنشی تا چند سال پیش مثل زنهای ما دامن میپوشیدن، اومدن به سرزمین ما، دیدن سربازها نیروهای نظامی چکمه بلند تا زانو دارن، اومدن از ما تقلید کردن، رفتن مردهای سرباز هخامنشی دامنشون دروردن، مثل ما چکمه بلند پوشیدن، از ما لباس پوشیدن رو آموختن. نام گرامی چیه عزیز؟ نام گرامی چیه؟ بهرام هستم. بهرام جان، برای همینه میگم که استاد طباطبایی گفت پان ترکیس ملغم نیست از بیشوری و بیسوادی، به خاطر اینکه وقتی که شما با هواداران پان ترک صحبت میکنی، یه بار گزارشی برنامه 90 گرفته بود، طرف میگفتش که تیم تراکتور هم که تراکتور میگم، گفت تیم تراکتور ما بیشترین هوادار در کره زمین داره، بعد اون بغل دستش گفت تو رو خدا حالا دیگه اینقدر توهم نزن، اونم چیز بود، بعد با همون لهجه یه زبان بیگانه یه ترکی برگشت گفتش که اول منچستر هوادار داره بعد تیم تراکتور، یعنی اونی که میخواد عاقل تر نشون بده گفت تراکتور دومیه. به هر حال این جریان معلومه متوهمه، طبیعی هم هستش که الان شما برگردی همچی حرفی بزنی، اگر غیر از این باشه من بر شاخ در بیارم، چون ما وقتی که اعتقاد داریم جریان پان ترکیس ملغمه ایست از بیسوادی و بیشوری، از دل همچین جریانی که حرف درست بیرون نمیاد. به هر حال دمت گرم، خیلی لطف کردی اومدی بالا عزیز، قربونت برم. موفقیت ما یعنی شکست شما عزیزم. من بیام بالا منتها هفت جانی عزیز میخواد بیاد بالا. هفت جانی عزیز من اینو سیوش بکنم، 5 دقیقه دیگه بیام بالا، به خاطر اینکه چند تا الان نمیدونم چی شد عکسای ما رو ریپورت کردن اینا، من بتونم این صحبت داشته باشم که این لایوی که رفتیم یه کوتاه این از بین نره. اینو من سیوش کنم، 2-3 دقیقه دیگه دوباره میام بالا. قرمتون برم، بدرود. 3 دقیقه دیگه همه همینجا باشید ادامه میدیم.